جمهوری خواهان ارشد مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارند در نیمه ماه نوامبر تمدید قانون تحریم های ایران را که اعتبار آن در آخرین روز سال جاری به پایان می رسد به رأی بگذارند. با شهلا آرسه مستقیم از مقابل کنگره آمریکا گفتگو می کنیم. خانم آرسه، فرصت زیادی تا پایان سال جاری برای قانون گذاران باقی نمونده. تمدید این قانون لطفا برای ما بگید که آیا باید برای جمهوری خواهان از چه اهمیتی اساسا برخورداره؟ قانونگذاران 14 نوامبر برای کار به کنگره باز می‌گردند و به ویژه جمهوری خواهان یکی از اولویت‌هاشون تمدید این قانون هست که اعتبارش 31 دسامبر تمام میشه. ادرویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان دیروز در یک بیانیه گفت که قانون تحریم ایران برای محدود کردن حمایت تهران از تروریسم و گسترش خطرناک تسهیلات اون وضع شده و تا زمانی که ایران به صدور ترور و همینطور تهدید ما و متحدان ما ادامه میده باید معتبر بمونه. پیش بینی میشه که این قانون در سنا بدون تغییر تصویب بشه، ولی تکلیفش در مجلس تصویب بشه، ولی وضعش در سنا روشن نیست. جمهوری خواهان در سنا اکثریت 54 کرسی دارن، ولی برای تمدید این قانون نیاز به حمایت 6 سناتور دموکرات دارن. تنی چند تن از سناتورهای دموکرات از این قانون حمایت میکنن، از جمله رابرت منندز. There's no reason not to renew it so that Iran knows. دلیلی برای عدم تمدید وجود ندارد تا ایران بداند مثل همه ما که برای نقض قانون عواقبی وجود دارد. اگر عواقبی نباشد بسیاری قانون را نادیده می‌گیرند و به باور ما این راهی است که ایران را وادار کنیم اگر کشوری است که می‌خواهد به جامعه جهانی بپیوندد اعمالش را بهتر کند. کاخ سفید دیروز در واکنش گفت که کاخ سفید اختیارات عمده‌ای در مورد تحریم‌ها در اختیار داره که در صورت نقض تعهدات بین‌المللی از سوی ایران میتونه اونها رو اعمال بکنه. مخالفت کاخ سفید ممکنه که حمایت دموکرات‌ها رو از کاخ سفید و مخالفت با این قانون در سنا ایجاد بکنه. مقامات ایران هم از طرف دیگه به گله و شکایت در مورد اینکه تحریم‌ها موجب تردید شرکت‌های خارجی برای تجارت با ایران شده ادامه میدن. خوان زاراته، دستیار پیشین مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به صدای آمریکا گفت که ایرانی‌ها سعی دارن که آمریکا و دیگران رو مسئول این مسئله قلمداد کنن. What I haven't seen is a recognition by the Iranians that آنچه ما شاهد آن نبودیم این تشخیص از سوی ایرانی هاست که جدا از توافق هسته‌ای آنها باید عملا نگرانی های اساسی جامعه بین المللی و بازار و موضوع شفافیت و پاسخگویی را حل کنند و پاسخ بدهند در مورد این واقعیت که بانک های آنها مورد سوء استفاده قرار گرفته و نشان بدهند حاضرند به شفافیت مالی تعهد بسپارند.